همون به همه گفت که مامان در واقع یه زن حقه‌بازه که چند سال اخیر میچرخیده و از میلیاردرها پول میدزدیده. چی اصلا حالم داره؟ خب دوباره فکر کنم دیگه خیلی خیلی دلتون تنگ شده باشه واسه داستانای واقعنی. واسه ببینم آخرین قسمتی که واقعنی گذاشتیم کی بود؟ 12 روز پیش، تقریبا 2 هفته پیش ما واقعنی گذاشتیم. یعنی 2 هفته است واقعنی نذاشتیم. اوه نو. البته هیچ ویدئویی نذاشتیم در اصل. و ویدئوی قبلی دهن منو سرویس کرد. همه میگفتن ماشاءالله به ادیتور، دم ادیتور گن. پاره شدن. یعنی 24 ساعت ضبطش بود، بخش آسونش بود. بخش سختش این بود که یک هفته اون 24 ساعت تو من میرفتم میومدم کات میزدم. حتی اون مرگ شماره شو دیدین؟ اونو من دونه دونه جای بازی که مرده بودم و شماره گذاری کرده بودم، با تکست دونه دونه رو نوشته بودم 250 بار. اگه ندیدین اون ویدیو رو حتما ببینید. خب برگردیم به ویدیو. ببینید واقعا الان خجالت میکشیدم میام داستانای واقعی ضبط کنم، چون خیلی وقت بود ضبط کرده بودم. ولی خب دیگه برحال آرمان اول آخرش بازگشت به سوی او. پس بریم واسه واقعنی 261 از کانال مای استوری انیمیتد، که امیدوارم اسپارتانا خوشتون بیاد و قبل از شروعتون نره که حتما این ویدیو رو لایک کنین. دوقلوهای پدرس طلباتی. من و خواهر دوقلوم لزلی همیشه یه جور رابطه یه بذاریم بگم پیچیده داشتیم. دیدی مردم میگن همیشه یه قول خوب هست و یه قول شرور؟ خب من ایوا هم، و این داستان اینه که چطور تبدیل به قول شرور شدم. اما قبل ادامه لطفا لایک و سابسکرایب فراموش نشه. همه چی از تولدمون شروع شد. به معنای واقعی کلمه لزلی یه بچه خوابالوی آروم بود و من یه دردسر نقنقوی گریه کنان بودم. ظاهرا من نذاشتم مامانم برای یه ماه حتی یه دقیقه چشم رو هم بذاره. آره انگار همیشه جزء نقشه شرورانه من بوده. وقتی 9 ماه هم بود شیشه ایشی رو از روی میز انداختم پایین. مامان سر خورد و دست شکست و لزلی اونجا ایستاده بود تا کمکش کنه بلند شه. ماما. او لزلی، تو گفتی ماما. طی سالها لزلی همیشه یه قهرمان بود و یه چکم بزن تو گوش اون که باعث شده بندازته. نقش شرور رو برای من گذاشته بود. یه روز وقتی 8 سالمون بود نهار منو دزدید و داد به یه مرد بی خانمان. من سرش داد کشیدم و کل مدرسه تماشامون کردن. باید همیشه با فقیر سخاوتمندانه رفتار کنی. خب انگار که محبوب همه بوده. دوستان، معلم‌ها، غریبه‌ها و مخصوصا والدینمون. اونا به معنای واقعی کلمه یه دیوار از دستاورد و آشپزخونه داشتن که پر از چیزای لزلی بود. ببینین کارنامه‌ها، نشانه‌های شهنگای دخترونه و حتی روزنامه‌هایی که مربوط به کارهای خیریه‌شه. البته که همش ساختگی بود. منو وادار میکرد با چند تا سگ خیابونی ازش عکس بگیرم و روش صداگذاری میکرد پرنسس نجات دهنده ی سگای کوچولو. ولی من کسی بودم که بعد از گرفتن اون عکس‌ها اونا رو به پناهگاه میبردم. تنها چیزی که از من رو دیوار بود یه نقاشی از لزلی بود که به عنوان شوخی کشیدمش. من شبیه یه کاریکاتور کشیدمش و مامان همچنان فکر میکرد اون خیلی خوشگله. اوه، این یه شاهکار به تمام معناست. تو واقعا زیباییشو به تصویر کشیدی ایوا. این بهترین کاریه که تو کل عمرت کردی. نه دیگه، حالا شاید اینو میگی که به تو اعتماد به نفس داده بگی نقاشیت خوبه. هر کسی یه جوری برداشت میکنه این قضیه رو. و احمقانه ترین چیزی که رو دیوار بود یه شعر تبریک به خود بود که لزلی نوشته بود درباره رحمت سخاوتمندی. در سرزمین سلفی گرفتن و پست گذاشتن، جایی که غرور زبانه میکشد، روحی در آن جا ساکن است، بسیار فروتن و کمیاب، با مهر و محبتی بی پایان، نامش هست لزلی. اون غیر قابل تحمله، ولی انگار فقط من متوجهش میشدم. سخاوتمندانه، خلاقانه و زیبا، ما واقعا با داشتن تو به هدفمون رسیدیم لزلی. مسخره ها، حتی ایتی که از موهاشو تو قاب گذاشته بودم به یادگار از وقتی که کل موهاشو به بچهای نیازمند اهدا کرده بود، ولی فقط من میدونستم اون به خاطر این کارو انجام داد، چون فکر میکرد اون مدل مو بهش میاد. واقعا هم اینطور بوده، همه جنس شده بودن. شکل میگیره. اوه لزلی، من واقعا از دخترهای مو کوتاه خوشم نمیاد، ولی نمیتونم از تو چشم بردارم. اون چت بود، بزرگترین کراشم تو مدرسه. و حتی با اینکه ما چت بود؟ اگه مست نه ایچ ولش کاملا همسان بودیم، اون حتی به هم نگاه هم نمیکرد. شاید چون والدینم هر لباسی که لزلی میخواست براش میخریدن و من باید لباسای قدیمی مسخره دختر خالم رو میپوشیدم. فکر کردم اگه منم موهامو مثل لزلی کوتاه کنم به منم توجه میکنه. آه من اصولا جد لبم زخ شده، نمیم دیده میشه یا نه. صبحی لبام خوش شده بود از خواب بیدار شدم، همونجا یه عطسه دادم لبم جر خورد. خاطرات مهیجیه که من در طول روز دارم. یه بوسه میخوای بده؟ تو چقدر پسر خوشگلی هستی؟ ها؟ ها؟
آه من اصولا جذب دخترای موکوتا نمیشم، خیلی ببخشی. همین دیگه. آه اون چی داشت که من نداشتم. تصمیم گرفتم فقط رو مدرسه‌ام تمرکز کنم، با نمرات بالا قبول بشم و با سرعت هر چه تمام از لزلی دور بشم. ولی وقتی 15 سالم بود به خاطر تقلب تو تکالیف انگلیسی موقتا اخراج شدم. خیلی گیج شده بودم، من تقلب نکرده بودم. در واقع کل شب بیدار مونده بودم تا بهترین مقاله رو درباره اینکه با اخلاق بودن به چه معنی بنویسم، اونم بین همه این موضوعات. متاسفم ایوا، ولی تکالیفت مثل یه دانش آموز دیگه است. چی مثل کی؟ خواهرت لزلی. میتونستم حس کنم صورتم رنگ فلفل قرمز شده. ما نوشتنش از رومن کپی کرده. ولی من اول تکلیف اونو گرفتم، پس طبیعتا منطقیه که تو از رومن کپی کرده باشی. اون طبیعتا انه. خب شما اون اول نوشت. خانم معلم گوابی شما. از رومن کپی کرده و زودتر به مدرسه اومده. یه بوس نمیده خانم سیلور. اما خانم سیلور باورم نمیکرد. اون گفت باید یه مقاله تازه تحویلش بدم وگرنه میندازتم. نمیدونم چم شده بود ولی بدجوری عصبانی شده. من سیلور برداشتم و مثل یه سلاح بالا نگهش داشتم. دارین چی کار میکنی؟ دانش آموز مورد علاقه منو به هم داده. بذار حدس بزنم لزلی. بله. من مگو پرت کردم رو زمین و اون هزار تیکه شد. معلم نفس تیزی کشید. تو اخراج موقتی. همه میخواستم بدجنسه باشم و حالا شده بودم انگار که همین کافی نبود. حین بیرون رفتن از در مدرسه شنیدم که داره یه چیزی رو بلند میخونه و میخنده. مثل یه پروانه قلبم میکنه پرواز، با خیره شدم به تو روحم مشتعل میشه. خنده تو ملودی که باعث میشه عرق خونم تو قلبم اکو میشه. وای که من چه غمی در نبوده تو دارم. چت بعد جور شکستم اون شعر مخفیانم برای چت بود. چطور به دستش رسیده بود؟ بعد دیدم لزلی داره کنار کمدا میخنده. میدونستم اون پشت این قضیه‌ست. من از خجالت زدگی رفتم به شدت خشمگینی. باید دست اونو به عنوان قول بدجنس رو میکردم، اما چطور؟ توی هفته های بعدی سعی کردم بزرگترین ضعفشو پیدا کنم تا بتونم بر علیهش استفاده کنم و بعد انجامش دادم. بزرگترین چیزی که رو مخش بود، چیزی که میتونه شخصیت قهرمانانشو خراب کنه، کسایی که بلند بلند میجویدن. من به کسی که بلندتر از همه تو مدرسه چیزی میجوید رشوه دادم تا سر نهار پیش لزلی بشینه. اون برای 20 دقیقه بیوقفه هویج گاز زد. یعنی این کسی که دهن باز غذا میخوره رو با یه چک بزنید. ببخشید تو داری دهن باز غذا میخوری؟ من میدیدم کم کم خشم تو چشمای خواهرم موج میزنه. اون آماده یه حمله بود. رو میز وایستاد و داد کشید. اینقدر جدی دارم عقل ما از دست میدم. کل مدرسه تعجب کردن و بعد یهو تشویقش کردن، مثل اینکه همه از دست اینطوری بلند جویدنای اون کلافه شده بودن. خواهرم بازم یه قهرمان شده بود. اون هیچ وقت هیچ اشتباهی نمی‌کرد. باید بیشتر فکر می‌کردم و یه فکر عالی به سرم زد. میدونستم چقدر به نظر چت اهمیت میده. باید جلوی اون به شدت زایش می‌کردم. صبح زود یواشکی رفتم مدرسه تا نقشمو اجرا کنم. رفتم تو کلاس انگلیسی سابقم و پایه‌های سندلیشو شل کردم. اینا چقدر تو مدرسه ترایورد بودن رو رفتارای بقیه دور. بعد تو کمد قایم شدم و سب کردم. وقتی کلاس شروع شد لزلی نشست رو صندلی و همش از هم پاشید. لزلی مستقیم با باسن افتاد زمین و همه شروع کردن به خندیدن، در حالی که اون قیافش مثل گوجه سرخ شده بود. خانم سیلور این غیر قابل قبوله. بودجه مدرسه ما باید صرف تجهیزات بهتر بشه. فکر میکردم مطمئنا شخصیت واقعی و وحشتناک لزلی داره بالاخره میاد بیرون. اون عصبانی بود. ولی نگران نباشی، من یه خیریه کمک‌های مالی رو میندازم تا برای امکانات بهتر مدرسه پول جمع کنیم همین آخر هفته. بابا دوباره تشویقش کردن و باید بیشتر از این فکر کنم. ببین این یه درس خیلی مهم داد بهتون. نه یعنی مثل آب باش. بی واتر مای فرند. یعنی مشکلاتت رو، بدبختیات رو پله کن و برو بالا. ببینی از هر بدبختی که سر راش میاد یه جوری میپیچونه رو به بهبود خودش. بله یه بوسه که باید بدی دیگه تا بره. جشن 16 سالگیمون نزدیک بود و جفتمون داشتیم لباس میخریدی. فقط یه لطفی بکنه امشبو خراب نکن. من تو عاشق اینی که من شب یه آدم باید به نظر بیام. اینقدر واسه چیزی که هستی سرزنشم نکن. مسئولیت زندگی خودتو قبول کن. دیگه واقعا بس بود. اینقدر عصبانی بودم که تصمیم گرفتم یه گردنبند گرون قیمتو بندازم تو کیفش. وقتی از فروشگاه رفتیم هشدار امنیتی بلند دیگه بردتش خارج از مدرسه. شیرین و فرشته یه مجرم شده بود و برای دزدی دستگیر شده بود و این بار لزلی نمیتونست قهرمانانه از زیرش در بره. من نبودم. حتی اگرم من بودم، اگه سرمایه‌داری و این شرکت خودشون بد نیستن، طوری نیست که از یه آدم فقیر دزدی کرده باشم. حرفاش بیشتر تو لجن گیرش میداختن. اون تو دردسر بود. اون شب تو زندان بود. دیگه این استراتژیات اینجا جواب نمیده. دیگه هر چقدرم بخوای از بدبختیات پله بسازی، نه دیگه یه جایی میری به اما. با جیغ کشیدن و گریه کردن و پیزدقش رو زیاد کردن مثل یه بچه. بسته یه چی صدای جیغی بود؟
تصویر کردن و پیزداغش رو زیاد کردن مثل یه بچه. من کاری نکردم، من بیگناهم. سیستم عدالت خواهی ما فاجعه است، شما ها مریضین. والدینم با پرداخت جریمه لزلی رو آوردن بیرون و خیلی عصبانی بودن. راستش بدجوری اون روشون بالا اومده بود. بالاخره باورم نمیشه فرشتمون همچی کارهای غیر اخلاقی بکنه. تو چنبه میشی، پس میتونی جشنشون رو 10 سالگی تو کاملا فراموش کنی. نمیتونستم جلوی پوزخندمو بگیرم. یکی از نقشه‌هام جواب داده بود. فکر کنم لزلی دید پوزخند میزنم، چون بعدش جیغ کشید. جا یه درس دیگه داد، این که دست از تلاش بر نداریم، یه جای جواب میده. حالا چه تو بدی چه تو خوبی. من این کارو نکردم ایوا، پاپوش دوخته اونو ببین اینطوری لبخند میزنی. وای. بهترین چهره ناامیدو به خودم گرفتم. هیچی درباره دزدی جالب نیست. وای. لزلی خب حداقل ما یه دختر با اخلاق داری. خوشبخت شدم بدون لزلی توی جشن. بالاخره میتونستم خودم رو به عنوان یه قهرمان ثابت کنم و از کار بشر دوستانم رو نمایی کنم. هنوز هیچ کار بشر دوستانه ای نداشتم، ولی خب یه کارش میکردم. روز بعد تو مدرسه همه داشتن پشپشو غیبت میکردن، ولی این بار درباره من نبود، درباره لزلی بود. شنیدم چی کار کردی لزلی، و خیلی کار مزخرفی بود. من با دوزا وقت نمیگذرونم. دیگه نمیتونی خونه ما بیای، خیلی چیزای خوب و گرون تو خونمون هست، نمیخوام تو بدوزیشون. چی؟ ولی من اون کارو نکردم. لزلی هرچی میگفت فایده نداشت، همه داشتن ازش دوری میکردن. حتی با اینکه من انتقامی که خیلی براش صبر کرده بودم و گرفتم، دیدن خواهرم تو اون شرایط آسون نبود. سعی کردم دیگه خیلی تو نقشت داری فرو میری، ادای آدم خوبه رو در بیاری. شیطون تمام کاری وحشتناکی که در حقم کرده بود و به خودم یادآوری کنم و فقط از جشن 16 سالگیم لذت ببرم. مهمونی باحال بود، ولی اولش بدون توانایی مهمونداری لزلی زیاد پر انرژی نبود. بنابراین من باید پیش قدم میشدم. من یه موزیک خوب گذاشتم و یه سری رقص خفن کردم و هر کاری میتونستم کردم تا مهمونی رو بندازم. خیلی زود مهمونی جون گرفت. بالاخره منم محبوب شده بودم و همه دوستم داشتن. من بالاخره اون قله باحال بودم، تا اینکه یه نفر از کانال کولر افتاد رو استیج و وسایل دیجی رو خراب کرد. لزلی هیچکی نبود جز لزلی که کاملا خاکی شده بود. نمیدونستم فقط داشت جاسوسی مهمونی رو میکرد استیج کس خرابش کنه، ولی اون خیلی ناراحت به نظر میره. تو کانال کولر لزلی چیکار میکرده؟ بعد چجوری دیوار ریخته؟ نه میخوام بدونم چجوری رسید. و از اونجا که اون مهمونی رو خراب کرده بود، همه داشتن هوش میکردن. اون زد زیر گریه. حتی لزلی هم لایق این حجم از شرمندگی نبود. گریه کن، همگی صبر کنین، تقصیر من بود که نتونست به مهمونیش بیاد. اون یه مجرم نیست و لایق اینه که اینجا باشه. ولی همه هو میکردن، پاپ کورن پرت میکردن و داد میزدن اون یه دزده. گوش کنین، اون یه دزد نیست، من دزدم. من برای جرمی که مرتکب نشده بود مقصر جلوش دادم. تو چی کار کردی؟ یا باورم نمیشه. خب راستش میشه، لزلی همیشه یه فرشته بود. و تو میدونستم تنبیه میشم، ولی خیلی بدتر از اون. تو بدجنسی. مهمونی قطعا تموم شده بود و همه رفتن، و تو خونه حتی سعی کردم از لزلی عذرخواهی کنم، اما اون کاملا نادیدم گرفت. و چند روز بعد خدای من، چیه؟ چت ویدیویی من تو جشنمون تو کل شبکات مجازی پست کرده. کامنت ها خیلی بیرحمانه. بدبخت شدی. الان هرچی بره جلوت گنده تم شد، تو هم که خودتو لو دادی. پس آماده باش، قرار دهنت سرویس شی. تلفنم رو باز کردم و دیدم چت نه تنها لحظات شرم‌آور لزلی رو پست کرده، بلکه نامه های عاشقانه منم پست کرده. ما جفتمون تحت حمله قرار گرفته بودیم. داشتم ما رو دقل های زایی صدا می کردن، قلبم برای جفتمون گرفت. لزلی واسه کاری که کردم متاسفم. آخه مامان و بابا همیشه فکر می کردن تو دختر طلاییشونی و منم یه فاجعه. اما تو هم باشون همراهی می کردی. اون واسه اولین بار در هم شکسته و آسیب دیده به نظر می رسی. می دونم این کارو کردم، فقط خیلی از بهترین فرزند بودن لذت می بردم و می ترسیدم اگه به این رفتار ادامه ندم با هم چوری رفتار کنن که با تو رفتار می کنن. اشتباه از من بود، متاسفم. منم همینطور، ما خواهریم، دو قلوییم، باید هوای همدیگه رو داشته باشیم. همش برمیگرده به رفتارهای خانوادگی. بعد قول بد و خوب نداریم، فقط لزلی و ایوایی. برای اولین بار همدیگه رو بغل کردیم. آره یکم حرکت لوسی بود، ما بهش عادت نداشتیم. حالا درباره اخبار چی کار کنیم؟ اسم و شخصیتمون رو عوض کنیم؟ به یک کشور دیگه مهاجرت کنیم؟ فکر بهتری دارم، وقتشه دست چتو به عنوان آدم بدی واقعی رو کنی. همه مطمئن بودن چت پادشاه جشن فارغ التحصیلی اون سال میشه و ما میدونستیم اون چقدر بدجور دلش اون تاج رو میخواد. ما تو انتخابات تقلب کردیم. بعد تاریک شدن هوا یواشکی رفتیم تو ورزشگاه مدرسه و کل رأیای چتو با رأیای اون دهنگوشه دیگه ملش ملوش میکرد جابجا کردیم. وقتی لحظه اعلام کردن ملکه و پادشاه رسید، برای اون دهنگوشه تاج گذاری کردن و چت نتونست تحمل کنه. چه دنگوشاد ما توی انتخابات تقلب شده. چت دوید رو استیج و جایزه رو از دست اون کشید. همه ساکت شدن تا اینکه من و لزلی شروع کردیم به شعار دادن. اسوی 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 اسوی.
خیلی زود همه بهمون ملحق شدن و این چطور عصبانی تر کرد. این یارو با اون صورت بارچوشش و ابروهای به پای وسط شده دهن گشادش پادشاه. خیلی بی تربیت، منم ابروام پیوندی بود، یعنی حالا درسته که الان دیگه نیست ولی خب بود یه زمانی. سوشال مدیا خیلی چیز بدیه چون گذشتتون هم جلو چشتونه، در عرض یک سالی میتونین سرچ بزنین و بیارین اون دوران من. جشن فارغ التحصیلیه بچه‌های این مدرسه، چه مرگشون شده؟ شما همتون دیوونه ای. خوشبختانه یکی از این صحنه فیلم گرفت و تو اینترنت پستش کرد تا همه ببینن، چت برای قلدر بودنش وایرال شد. و درباره ما باید بگم که همه تو مدرسه فکر می‌کردن ما مهربون و شجاعیم چون اونطوری از استوی دفاع کرده بودیم و دوباره خوشاوازه شدیم. از اون روز به بعد ما بیشتر از هر وقتی به همدیگه نزدیک شدیم، همیشه از همدیگه حمایت می‌کردیم و هیچ وقت دیگه همدیگه رو اذیت نمی‌کردیم، همونطور که خواهر برادرای واقعی باید با هم باشن. مامان بابا دیواره دستاورد و مساوی کردن. وقتی ما با هم کار میکردیم و با هم دستاورد داشتیم، انتخاب دیگه ای نداشتن. بزرگ که شدیم یه سازمان رو انداختیم تو به بچه‌های بی‌سرپرست کمک کنیم به خونه های خوب برن و با خواهر برادرشون گرم بگیرن. میدونم همه یه جاهایی فکر کردیم بدون خواهر برادرمون راحت تریم، به هم اعتماد کنین، منم تو اون جایگاه بودم، ولی بدون اونا زندگی خیلی کسل کننده میشه. آخره حوصله سرور میشه تو خونه، بعد در دیوار نگاه کنی همش. اون زمانم یوتیوب نبود که ویدای منو ببینین تنهایی در بیان ماچتون کنه هی یکی. ولی خب بریم داستان بعدی. مادر و دوست پسر پولدار. من داشتم ویدیوهای جدید تئوسا میدیدم در حالی که والدینم داشتن دعوای صدوم امروزشون رو میکردن. داشتی ویدیوی 24 ساعت الن رینگ رو میدیدی؟ ببینینش دیگه، خدا وکیل دهنم سرویس شده. $1000 یه کرم گردن خریدی؟ آره که چی، میدونی که پوست گردن چقدر حساسه؟ موندن توی این روستای مسخره خیلی بهم استرس میده. الان چین و چروک دارم، رسماً دیگه دوست داشتنی نیستم. من هنوز خب مگه حتما دوست داشتنی؟ سن دیگه، کدورت سن میره بالا دیگه، اینجوری نیست که تا آخر عمر اوکی. مادر تختش کمه. دوستت دارم. انگار اهمیتی داره. زیبایی ظاهری فقط یه دروغ مامان، زیبایی باطنی که مهمه. دقیقا. اگه واقعا میخوای دوست داشته بشی باید شخصیتتو درست کنی. حالا که مغزت انتو دیگه به حالت ستون فقراتت هم بکن یا به زودی کوز در میاری. مامان قبل از اینکه بزنه سیر گریه و فرار کنه بهم خیره شد. خیلی خوب، شاید یکم بد جنسی بوده ولی هی من فقط نه را چی گفتی، خوب کاری کردی، بعد واقعیت ها رو گفتی. وای عزیزم، آره تو باید به پوست برسی، خودتو داری گول میزنی. که داشتم به مامان کمک کنم دوست داشتنی بشه، نیتم خیر بود. سلام، من جولیام و قراره بهتون بگم که والدینم چطور زندگیمو خراب کردن. اما قبل از اینکه شروع کنم لطفا لایک و سابسکرایب کنید. من از همون اولش هم میدونستم یه بچه عادی نیستم. وقتی 3 سالم بود میتونستم از چاقو واسه بی‌نقص کاش کردن یه سیب استفاده کنم. تا 10 سالگی میتونستم نمایشنامه شکسپیر رو کلمه به کلمه از حفظ بگم. 13 سالگی میتونستم شیرینی‌های درست کنم که میتونست باعث بشه یه قناده فرانسوی از کار بیکار بشه. آره خب پس بچه‌مون رو بفرستیم مدرسه تیزهوش یا تیو جایشی میخوندن، تمام استعداد بچه‌ها رو میکردن تو درس کتاب کثافت. داشتم چند روز پیش به همین فکر میکردم که اگه کل زمانی که ما تحصیل کردیم و وقت میذاشتیم زبان میخوندیم، الان یه پله جلوتر بودیم، به یه دردیمون میخورد. تا اینکه چس وسخل از این، چس وسخل از اون، چس وسخل از اون، حالا دوباره بری جلوتر که کدومو دوست داری ازم یاد بگیری؟ یعنی از اول دبستان تا پیش دانشگاهی تو نمیدونی چه غلطی میخوای بکنی، همه چیزا رو باید بری انگشتشون کنی و این یعنی قربانی بودنتون. قربانی بودنم خب به ان همیشه برام سوال بود چطور اینقدر فوق العادم. شاید جد پدر بزرگم یه آدم خیلی مسئولیت پذیر و با استعداد و فرهیخته بود و من ژنای خاصم رو از اون گرفتم چون والدینم واقعا داغون بودن. بابا یه تاکستان داشت و هر سال برای درست کردن مشروبای متنوع خیلی تلاش میکرد و هر سالم شکست میخورد. مامان یه ملکه زیبایی سابق خودشیفته بود که مدام بابت اینکه برای ازدواجش بیخیال همه چیز شده غر میزد. حالا تنها استعدادش به باد دادن پول نذاشتمون واسه لوازم آرایشی و مراقبت پوستیاش بود. مثلا یه بار وقتی 16 سالم بود، مامان یه جور کرم ضد پیری از اینترنت خرید که بهش حساسیت داشت و بابا مجبور شد برای درمان پوستش کلی خرج کنه. قیافم شبیه کونه ورم کرده که میمون شده، همش تقصیر توه. اگه پول داری که پول جرمی پلاستیک داشتیم اینطوری نمیشد. اگه اونقدر عقل داشتی روی کرمو بخونی اینطوری نمیشد عزیزم. الان به من گفتی احمق. اگه به جیغ کشیدن مثل شبه‌ها ادامه بدی، مامان مجبور میشیم برات تاره یه صوتی هم بخریم. اما قبل اینکه بتونم حرفامو تموم کنم، اون یه سینی برداشت و پرتش کرد سمت بابا. بابا جا خالی داد، سینی خورد صفحه تلویزیون روی دیوار. ما نهایتا مجبور شدیم پول بیشتری به بیمارستان بدیم. بابا با این خسارت رفت خونه و یه مهمونی خوشامدگویی سورپرایزی برای مامان گرفت. اما مامان تصمیم گرفت به جاش بابا رو با بستن چمدونش رفتن برای همیشه سورپرایز کنه و برگه‌های طلا خیلی زود رسید. چطور تونست اینطوری فلم کنه؟ من هیچ کاری جز عشق ورزیدن نکردم.
لطفاً خودتو جمع و جور کن بابا، بیا سر آبی که دیگه ریخته شده گریه نکنی. چی؟ فراموشش کن، من یه عجوزه سنگ دل نیستم، باور کنید که منم دلم برای مامانم تنگ میشد، اما قرار نبود مثل یه بچه احمق که کنترلی روی خودش نداشت هی گریه کنم که چشمام در بیاد. یکی از اون بچه‌ها تو خونه داشتیم بس بود. بعد از اون بابا خودش رو کاملا وقف کارش کرد، در حالی که من روی مدرسه تمرکز کرده بودم و شروع به شیرینی پزی کردم. تا 18 سالگیم توی کافه کوچیک مشغول به کار شدم، تا اینکه یه روز عطر بابا با هیجان زدگی بهم گفت یه سرمایه‌گذار پیدا کرده، آقای شارمن، اونم برای محصول شراب جدیدش، و اون شام دعوتمون کرده بود تا بیشتر حرف بزنیم. اون روز از تو خونه آقای شارمن به ما به گرمی خوش آمد گفته شد. اون داشت اطراف عمارتش رو بهمون نشون میداد که یهو دنیا از چرخش ایستاد. بله، داستان خوبیه به نظرم. بعد یه پسر واقعا خوشگل اومد داخل و متاسفانه با خوشگل ترین دختر دنیا تو بغلش. ظاهرا اون خواهرزاده و مدیر مالی آقای شارمن داره بود و چشم برداشتن ازش خیلی برام سخت بود. یه جای اون داشت به دختر انگور میداد که یکیش افتاد زمین و خم شد که برش داره. دیدم دختر به من خیره شده بود که من به باستن پسر زول زده بودم. من اینقدر هول شدم که عقب عقب رفتم و خوردم به یه کاسه. چرا دختر از باستن پسر خوششون میاد؟ واسه چی میخوان چیکار؟ تو کامنت ها بنویسین. مرسی، ممنونتون میشم. بزرگ شربت و همش ریخت روی خودم، خیلی تحقیر کننده بود. اینی که خودم رو تمیز میکردم و از دستشویی میرفتم بیرون، تو راه رو خوردم به دارین. واو، تو همیشه اینقدر دست و پا چلفتی؟ یا شب منو دیدی اینطوری شدی؟ من دست و پا چلفتی نیستم، من نمونه بارز متانت و ظرافتم و با دیدن تو هیچیم نشده. دوست دخترم گفت وقتی اون اتفاق افتاد به باسنم زل زده بودی. این یه تهمت نارواست، یه دروغ فقیهانه. چرا من باید به متحد تو زل بزنم؟ اشکال نداره، سرزنشت نمی کنم، من باشگاه میرم. بله مشخصه و پشتت خیلی قشنگ و گرده مثل یه هلو رسیده، اما این چه ربطی به من داره؟ مثل اینکه دوست دخترت مشکل اعتماد به نفس داره و چرت و پرت به هم میبافه. شک دارم تو به اعتماد به نفس لطمه وارد کنی. اون یه مدل و تو خب هم قیافت هم طرز حرف زدن شبیه ماری پاپینزه. البته بهت بر نخوره. بعد از گفتن حرفش اون پوزخند زد و سرشو انداخت پایین و رفت. من عاشق ماری پاپینز بودم، اما اونطوری که اون میگفته شبیه یه تعریف نبود. رفتم پیش بابا و آقای شارمن، ولی چند دقیقه بعد یکی زد روشونم و تقریبا از هوش رفتم وقتی دیدم اون مامانه. سورپرایز. واشی اینجا چه خبره؟ مامان بهمون گفت توی کشتی با آقای خیلی هر یاد امبر هرد میافتم. من آشنا شده و اونجا عاشق هم شدن و خونه چند ماهی با هم قرار میذاشتن و به تازگی وارد شهر شده بود. خب پس سر یکی دیگه در میون بوده که ایشون گذاشته سری رفته. رفتم خونه و دیدم بابات هنوز مثل یه موش خیابونی فقیره. پس فکر کردم رو کارش سرمایه گذاری کنیم و بهش کمک کنیم. من بهترین زن سابقم. نه تو غلط کردی، انتر انه عجوزه عوضی. این قطعا غیر منتظر است، ولی اینکه به خودت بگی بهترین همسر سابق دنیا زیاد رفیه. مامان، من و بابام یه چیزی به اسم عزت نفس داریم و دوست داریم نگهش داریم، پس ما رو ببخشید. من دست بابا رو گرفتم و ما رفتیم. هنوز بابت دیدن مامان تو شوک بودیم، ولی روز بعد اون دم خونمون پیدا شد و التماس کرد که به حرفاش گوش کنیم. من می‌خواستم بفرستمش بره، ولی بابا بهش یه فرصت داد. بابا خره، بابام خره. من میدونم شما دو تا رو یهویی فیل کردم و بهتون آسیب زدم. من متاسفم. کسافتی خودتو نشون دادی، ان بودن خودتو نشون دادی. در کنار همه اینا شما هنوز خانواده منی. من یه فرصت برای درست کردن همه چیز دارم، اونم با دادن فرصتی به پدرت که واقعا لایقشه. من خیلی خوشحال میشم با تنها دخترم باز دوباره ارتباط برقرار کنم. میخواستم کمتر بددید باشم و باور کنم، اما قانع نشده بودم. هرچند بابا با چشمای قلبی به این فرصت بود و قبول کرد که سرمایه گذاری آقای شارمنو قبول کنه. میدونم میخوای موفق بشی بابا، ولی این واقعا ایده خوبیه. به اعتماد کن، مطمئنم که هست. همینطور فکر میکنم مامانت هنوز عاشق ما این شانس دیگه داره. چهار بار مامانت همین الان داره با دوست پسر پولدارش خوشحاله. خواهیم دید. خدای من، باز قرار بوده فاجعه گریه کنن بابا ختم بشه و من باز باید چم و جورش میکردم. خیلی زود بابا و آقای شارمن رفت آمدشون بیشتر شد و داشتن قبل از اینکه معامله ای صورت بگیره همدیگه رو بهتر میشناختن، در حالی که مامان میخواست من با اون وقت بگذرونم تا رابطمون بهتر شه، که این به معنی این بود که من باید دارن رو بیشتر میدیدم. وقتی که میرفتم خونهشون، وقتی که مامان منو میبرد به یه مهمونی مجلل و در کمال حیرت اون حتی شروع به اومدن به کافی شاپی که توش کار
کردم کرد، هر بار با یه دختر جدید. نمیشه بری یه جای دیگر به عنوان مکان آب دهنی کردن دوست دخترات انتخاب کنی؟ مامانم گفت اینجا شیرینی میپزی و منم فکر کردم بهت یه لطفی کنم و به کسب و کارت رونق بدم، ولی متوجهم دیدن من با اون دخترا باعث میشه حسودی کنی. آرزو میکنی یکی از اونا بودی جولیا، میدونی اگه تو بخوای میتونی باشی. انگار میخوام با یه خارنشین غیر قابل تحمل که فکر میکنه نعمتی از طرف خدا برای خانوماست قرار بذارم، یه بوسه از طرف من و بعد تو هم فکر میکنی نعمتی از طرف خدا برای خانوم هام. تو حالا اصلا کسی بوسیدتت؟ منظورم یه پسره، نه گربت یا مادر بزرگت. معلومه که بوسیدم، من یه رابطه خیلی جدی دو ساله با دوست پسرم دارم و به شدت عاشقشم. واو، اونم یه جوری حرفی زن انگار از دماغ فیل افتاده. خیلی دلم میخواد ببینمش. بیا فردا قراره دوتایی بذاریم. فیلم و شام چطوره؟ برا جزئیاتشو پیامک میکنم. درست همون موقع دوست دختر جدیدش اومد و من رفتم. باید تا فردا برای خودم یه دوست پسر پیدا میکردم. اصلا چی؟ فرسون یکی بهت پیشنهاد میده، بعد ریجکت میکنی، بعد با دوست پسرت روز بعد میخواین برین شام و نهار و اینا بیرون. از یکی از کارمنده جدید کافه خواستم برای قرار با هم بیاد و عصر روز بعدش به سینما رفتم. بعد از اینکه با خوشحالی دوست پسرمو معرفی کردم، نشستیم سر جاهامون و فیلم شروع شد. اما دارن و دوست دخترش مدام میخندیدن و مثل بچه‌ها پچ میکردن. ببخشید مزاحمتون میشم، ولی منو دوست پسرم بیلی، درستش بابیه، بیلی بابی، حالا هر چرتی که هست، به هر حال منو بری داریم سعی میکنیم که فیلمو ببینیم و خوشحال میشیم اگه یکم ساکت باشید. دارن فقط پوزخند زد و روشو برگردوند، ولی چند دقیقه بعد شروع به لب گرفتن از دوست دخترش کرد. هنوزم خیلی سر صدا میکنی و تو هنوزم رو ماخی. تمومش کن، بیا بخورش. نوشابه دارنو برداشتم و ریختمش رو سرش. اون عصبانی شد و پوکیدای منو ریخت روی زمین و ما فالوده یه گوهی بخوری. زود نگهباره انداختنمون بیرون. اوه، این یه قرار افتضاح بود. خیلی متاسفم. بیا از این دوتا جداشیم و بریم همبرگر بخوریم. حتما، اگه بتونی اسممو درست بگی. تو خیلی با مزه یا بیبی. احمق، اسم بابیه. پسری که آورده بودم با عصبانیت رفت و من یه نگاه به چهره از خود راضی دارن انداختم و از اونجا رفتم. ولی روز بعدش در حالی که داشتم به مدرسه میرفتم، یه ماشین کنارم ایستاد و دیدم دارنه. بپر بالا، میرسونمت. نه ممنون، نیازی ندارم اتفاق دیشبو تو صورتم بزنی. تو مشخصا یه مشکلی داری که نمیتونی یه دوست پسر واقعی داشته باشی، اما الان وقت این بحثا رو ندارم، باید راجع به مامانت صحبت کنم. اون توجهمو جلب کرد و بابی میلی سوار شدم. من سالهاست دارم با دایم کار میکنم، اما از وقتی شروع کرده با مامانت خراب بذاره، همه چیز به هم ریخته. کارا کاسبیمون به شدت داره ضرر میکنه و حسابمون وضع بدی دارن. نمیتونم دست از این فکر داره از دایم دزدی میکنه بردارم. چطور اینقدر مطمئنی؟ فکر کن یه حدسه، اون خیلی توقعات گرونی داره و زیادم پولدار نیست. پس فقط چون به اندازه شما پول نداره فکر میکنی دزده؟ تا حالا به این فکر کردی که وضع حساباتون داغونه چون همش حواست پرت دوست دختراته و تو کارت خوب نیستی؟ جولیا من این مکالمه تمومه، ماشینو نگهدار. ایستاد و من پیاده شدم. بعد جوری از دارم برای تهمت زدن به مامان عصبانی بودم، ولی نمیتونستم فکر این که ممکنه درست بگه رو از ذهنم بیرون کنم. مامان همیشه بیشتر از هر رابطه ای عاشق پول بود. ممکن بود درست باشه. لازم نبود برای جوابش زیاد صبر کنم، چون نصف شب با شنیدن صدای اومدن ماشینی از خواب بیدار شدم. بیرون رو نگاه کردم و دیدم مامان و بابا دارن توی باغ حرف میزنن. از در پشتی رفتم بیرون و پشت بوته‌ها خزیدم نزدیکشون. عزیزم، من احمق بودم که تو رو ول کردم، ولی الان همه چیز عالی میشه. وقتی پولمون جور بشه میتونیم اینجا رو ترک کنیم و هر جا خواستیم بریم. مادره داره از این طریق پول در میاره؟ خیلی دارک شد. اگه اینا با هم همکاری داشته باشن بابای که بگیرنمون چی؟ دوست پسر من یه احمقه، من ماهاست دارم ازش پول میدزدم و اون روحشم خبر نداره. تا وقتی که بفهمه کار من بوده ما دیگه از اینجا رفتیم و عزیزم نمیخوای جوریا یه زندگی بهتر داشته باشه؟ بابا سر تکون داد و بعد اونا همو بوستیدن. مامان رفت و همین که بابا اومد داخل من گیرش انداختم. سلام بابا. خدای من جولیا، ترسوندیم. تو نمیتونی دایه دارن رو دور بزنی، اون میخواد تو کار سرمایه گذاری کنه و تو میخوای پولشو بزنی به جیب و بری. چرا داری این فرصت شغلی فوق‌العاده رو نابود میکنی؟ چون من و مادرت عاشق همیم و این بیشتر از هر چیز دیگه ای اهمیت داره. وقتی پولو بگیریم میتونیم از اول شروع کنیم و با هم باشیم. این هنوزم غیر قانونی. اصلا منطق اینا رو من نمیفهمم. تو جرمه، این خود واقعیت نیست بابا. و چی باعث میشه که مطمئن باشی اون دوباره ترکت نمیکنه؟ چون اون عوض شده و من میدونم همه چیز این بار متفاوته. اون واقعا عاشقم. وقتی حولی تنها چیزایی که مامان عاشقشونه خودشه و پوله.
فردا خیلی کار دارم جولیا، خوشحال میشم با تو از ماجرا بکشی بیرون. روز بعد با سعی کردم با بابا حرف بزنم ولی اون فقط ردم کرد، پس رفتم خونه ایتارن و همه چیو بهش گفتم. ما مدرک لازم داریم و با گشتن تو اتاق ماما شروع کردم. داشتم تو وسایلش میگشتم که یه سری کارت شناسایی و پاسپورتای جعلی تو کشوش پیدا کردم. همه چی رو ریختم تو جیبم، داشتم میرفتم که پام به فرش گیر کرد و با صورت افتادم زمین. همون موقع مامان اومد داخل. جولیا تو اتاق من چی کار میکنی؟ من اومدم تو رو ببینم و داشتم این فرش رو تحسین میکردم. تارو پوتش عالیه، گلدوزیش واقعا شاهکاره، خیلی شیکه. سلیقه تو خیلی خوبه مامان، تو همشو به من دادی. من خیلی متشکرم که منو به خانمی که هلن هستم تبدیل کردی. دست مامانو بوسیدم، محکم بغلش کردم و دویدم و رفتم. درست بیرون از اتاق دیدم داره ایستاده ریس ریس میخنده و کشیدم و بردمش به یه اتاق خالی. فرشو تحسین میکنی؟ اینو از کجا در آوردی؟ سریفه کردم و یه چیزی پیدا کردم، ولی قبل از اینکه چیزی بر علیه مامانم بهت بدم بهم قول بده از بابام هیچ شکایتی نمیشه. میدونم که اونم دستش تو کاره و خواسته زیادیه، ولی اون فقط یه مرد بیگناهه که عشق یه زن اشتباه کورش کرده. نه اون عشق نیست به نظر من، اون اولویتیه که سر یه چیز دیگه داره و اون تنها خانواده‌ایه که من دارم. دارن به نرمی گونم و لمس کرد و یهو احساس کردم اشکای گرمم روی صورتم جاری شده و بعد گفت بابا تو میفرستیم زندان. فهمم جولیا، منم وقتی بچه بودم بابام ترکم کرد. دست و پنجه نرم کردم با همچی چیزی ساده نیست. بهت قول میدم حواسم به پدرت باشه. چیتی میگی؟ دارن سر تکون داد و منو کشید توی بغلش و خیلی احساس خوبی بهم دست داد. اون منو رسوند خونه و اون شب با فکر دارن خوابم برد. صبح روز بعد دارن به هم سعی زد و گفت داره یه سری سر نخو دنبال میکنه و قراره دایش رو سر بازی گلف ببینه تا همه چی رو بهش بگه. میخواستم برای بار آخر با بابا صحبت کنم قبل از اینکه داره مامان رو لو بده، ولی اونجا نبود. اونجا بود که یه دعوتنامه به همون بازی گلف روی میز بابا پیدا کردم. من زود یه تاکسی گرفتم و به اونجا رفتم. اونجا خیلی بزرگ بود و من وقت نداشتم و اونجا بود که یه خانم پیر رو دیدم که داره سواری ماشین گلف میشه. ببخشید خانم، من واقعا بابت کاری که میکنم متاسفم، ولی ضروریه. بعدش اون خانم رو هل دادم کنار، نشستم تو ماشینش و گذاشتم گرفتم بدون در نظر گرفتن جیغ کشیدنش. لطفاً دست فرمونم و اینجا نادیده بگیرید. من در واقع خیلی عمر رانندگی میکنم، میتونین از دوستان بپرسین. اونا میگن شبیه مامان بزرگا رانندگی میکنم و خب این یه تعریفه. به هر حال بعد از شکستن چند تا پا و تعقیب شدن توسط یه بازیکن گلف عصبانی، بالاخره بابا و مامانو یه گوشه پیدا کردم که با آقای شارمن حرف میزدن. بابا یه سری برگه رو بیرون آورد و آقای شارمن نزدیک بود امضاشون کنه که من از ماشین پریدم بیرون و دویدم سمتش و خودکارش کاپیدم و انداختم شور. داری چیکار میکنی؟ ببخشید ادبم کجا رفته؟ بابت این کاری یهویی عذر میخوام آقای شارمن، ولی دوست دخترتون رو متاسفانه مادر من از شما دزدی میکرده. الان میخواد این پولو بزنین به کار کاسبی بابا تا اونم بدزده و تا ابد بزنه به چاک. این چه مزخرفاتیه عزیزم، اونو باور نکن، داره دروغ میگه. نه نمیگه. برگشتم و دیدم دارن با کل مدارکی که جمع کردیم و یه سری برگه داره میاد. اون به همه گفت که مامان در واقع یه زن حقه‌بازه که چند سال اخیر میچرخیده و از میلیاردرها پول میدزدیده. توی چند سال اخیر؟ یعنی با بابای بوده دستش؟ بابای چه بی غیرت کثافتی بوده؟ یعنی فرض کن چقدر بی پول باشی که زنتو چیه اصلا حالم داره. آخرین هدفش آقای شارمن بود. آخرین هدفش. من همیشه به تو شک داشتم ولی نمیتونستم اثباتش کنم، اما بعد تو این پرواز یه طرفه رو رزرو کردی که امشب بذاری بری. من اینجا به جای دنبال کردم و حساب بانکی مخفیتم پیدا کردم که توش پول دایی منو ریخته بودی. صبر کن، تو داشتی بدون من به ایبیزا میرفتی؟ فقط یه بلیت گرفتی؟ حق با جولیا بود، تو فقط میخواستی پولو بگیری و ترکم کنی. من سعی کردم بهت اختار بدم بابا، ولی تو چرا برگشتی مامان؟ میتونستی از هر کس دیگه دزدی کنی، چرا بابا؟ یهو مامان شبیه یه زن خشمگین شعله ور شد. چون اون خیلی هدف آسونی بود. بابات پول لازم داشت و منم یه راه خروج از این رابطه یه مزخرف با این سگ پیر شارمن میخواستم. پس تصمیم گرفتم ازش استفاده کنم تا پول بگیرم و از کشور برم. اگه دخالت نکرده بود یه موفقیت ساده بود. جدی چرا اینقدر از من متنفری؟ من ازت متنفر نیستم مامان، من برات متاسفم، چون تو محکومی که تا ابد تنها بمونی. تو زندان بهت خوش بگذره. مامان اون روز دستگیر شد و من دیگه هیچ وقت دوباره ندیدمش. دارن آقای شارمن متقاعد کرد که از بابا شکایت نکنه. یکم التماس کردن داشت ولی خدا رو شکر اون قبول کرد. منو بابا داشتیم میرفتیم که یهو شنیدم دارن اسممو صدا میزنه. بابا رفت تو ماشین منتظر بمونه و دارن اومد پیشم. دارن هاردی، خواستم ازت تشکر کنم. این حتما برات آسون نبوده که ببینی مامانتو دارن میبرن. صادقانه زیادم سخت نبود. ممنون که بابامو نفرستادی زندان. راستش میخواستم بهت بگم که ازت خوشم میاد. یه جورایی از همون اول که همو دیدیم یه حسو داشتم. فکر میکنی بتونی به عنوان دوست دخترم برای یه قرار سینما و شام با هم بیای بیرون؟ که منم تبدیل به یه مدار روی دیوار موفقیت های دختر بازیت بشم؟ محترمانه رد میکنم.
میشه یه لحظه گوش کنی؟ همه اون دخترایی که منو باشون دیدی قرار ناشناسی بود که مامانم ترتیب داده بود. اون داره خودشو میکشه که من یه دختر پیدا کنم که باهاش بمونم. من شخصا از انتخابای اون خوشم نمیاد چون من فقط چشام تو رو میبینن. اوه خب باعث افتخار همه. برای چی پس باهاشون رفتی بیرون ها؟ برای چی باهاشون میرفتی بیرون؟ اما تو باید به دستم بیاری و خودت رو تو به قلبم باز کنی. هنوزم داره تمام تلاششو میکنه تحت تاثیرم قرار بده و من تقریبا عاشقش شدم. خیلی خوب باشه، همین الانم عاشقش شدم. ما به زودی نامزد میکنیم و شما همتون دعوتین. دمتون گرم که تا اینجا همراه ما بودین و و گواب داستان رو میدونین دیگه کی بود. و تا قسمت بعدی و یک داستانای واقعا دیگه فکر کنم یه هفته دو هفته دیگه باشه. خدایا رو نگهدار شما.